بیشترین رابطه ما با خدا از دو طریق صورت میگیره راه اول یا طریق اول دعاست و طریق دوم مطالعه کتاب مقدس داشتن دعا و مطالعه کلام خدا لازم و ملزوم هم هستند خیلی از ما مسیحیان احتیاج داریم که روش های درست دعا کردن و همینطور شیوه صحیح مطالعه کتاب مقدس رو یه نگاه جدیدی بکنیم و دقیق تر بدونیم که با عنوان یک مسیحی چطور میتونیم بهتر دعا کنیم صحیحتر دعا کنیم و در ارتباطمون با خدا کلام خدا رو بهتر بخونیم و یاد بگیریم بنابراین این سلسله درس رو آماده کردیم و از دعا شروع میکنیم راجع به ابعاد مختلف دعا صحبت میکنیم و بعد سراغ طرز یا شیوه صحیح مطالعه کتاب مقدس خواهیم رفت فرهاد سبوکرو هستم و خوشحال هستم که در این سری جدید از برنامه های رشد ایمان مسیحی در خدمت شما باشم. سلام عزیزان خدا رو شکر برای وجود شما خوشحالم که یک بار دیگه با یک سری با یک درس از سری درس های دعا در خدمت شما هستیم خدا رو شکر برای روزی که خدا به ما عمر و حیات و سلامتی داد که فرصت این رو داشته باشیم هم من در خدمت شما باشم و هم با همدیگه یه نگاهی بکنیم به آخرین درسی که از این سری مجموعه درس های دعا داشتیم و هرچند که درس های ما در هفته های بعد بازم ادامه داره ولی مبحث دعا به عنوان آخرین مبحث امروز در خدمت شما هستم و میخوایم با امروز در به طور خاص در مورد کاربرد دعا با هم صحبت بکنیم بسیاری از دوستان، از خواهر برادران مسیحیمون حتی از مردم, مردم عوام از ما میپرسن مگر خدا احتیاجات ما رو نمیدونه مگر خدا از مشکلات ما با خبر نیست مگر خدا از نیت ها قلب و افکار ما با خبر نیست و آگاه نیست پس چه لزومی داره که ما دائم دعا کنیم افکارمون رو نیت هامون رو مشکلاتمون رو خواسته هامون رو به خدا بگیم چه ضرورتی داره که هر بار از طریق دعا التماس کنیم و خواهش بکنیم که خدا به دعای ما بشنوه به دعای ما گوش کنه دعای ما رو بشنوه و خدا بخواد کاری برامون انجام بده مگر خدا نیازمند خواهش ها و التماس های ماست کاش خدا همه چیز رو اتوماتیک بار انجام میداد و دیگه لزومی نبود که این همه دست به دامن او بشیم التماس بکنیم و شفاعت کنیم که خدا دعامون رو بشنوه تازه بعد از تمام این زحمات معلوم نیست که دعای ما مقبول واقع میشه یا نه و خدا جواب دعای ما رو میده یا نه از طرف دیگه گاهی اوقات وقت گذاشتم برای دعا و دعا کردن برای ما مثل یه بار سنگین میشه البته واقعا نمیدونم چرا اینطوره شاید حتی برای خودم هم گاهی اوقات که خیلی خسته هستم از سر کار میام شاید در شرط روحی خوبی نیستم احساس میکنم واقعا روحی دعا کردن رو ندارم و البته خب طبیعه که اینها گاهی اوقات برای ما پیش میاد ولی من متوجه شدم که دعا کردن برای بعضی ها مثل یک بار سنگینه شاید دلیلش اینه که اونها نه اون صمیمیت رو با خدا دارن نه از, اون از حضور خدا اون لذت رو بردن و نه میدونن کاربرد دعا چیه شاید بسیاری از ماها تصور اشتباهی از دعا داریم و فکر میکنیم که فقط زمانی که احتیاج به خدا داریم مشکلی داریم گره کوری در زندگیمون داریم فقط به حضور خدا بریم و دعا کنیم که خدا این مشکلات رو حل بکنه و وقتی مشکلات حل شد دیگه ما با خدا کاری نداریم خدا هم دیگه با ما کاری نداشته باشه و حتی من میبینم بعضی وقتا بعضی ها اونقدر شتاب زده دعا میکنن اونقدر با عجله دعا میکنن که واقعا انگار که دعا کردن برای اونها یک بار سنگینه و فقط برای اینکه وجدان خودشون رو در واقع آرام بکنند و توجیه کنند خودشون رو حالاتشون و روحیاتشون رو به سوی دعا میرن یک دعای با عجله با شتاب زدگی انجام میدن و و بعد میرن دنبال پیکار زندگیشون و دلشون خوشه که دعا کردن در حالی که عزیزان دعا این نیست دعا واقعا کاربرد خاص خودش رو داره دعا دلیل خاص خودش رو داره و اگر ما ندونیم برای چی دعا میکنیم چرا با خدا وقت میذاریم و چرا با خدا مشارکت برقرار میکنیم همچنان دعا برای ما خسته کننده باقی خواهد موند شاید دلیل اینی که هنوز به مفهوم دعا پی نبردیم این باشه که شاید هنوز به اون عمقهای عمیق خدا وارد نشدیم شاید هنوز از اون سمیمیت و دوستی که باید با خدا برخوردار باشیم برخوردار نشدیم و به همین جهت دعا برامون یک بار سنگینه اما من تشویقتون میکنم که بیایید به عمقهای خدا بریم بیایید در حضور خدا وقت بذاریم و همطور که در درسهای قبلی گفتم خدا را برای وجود خودش دوست داشته باشیم و مثل دوستی که از مصاحبت با او لذت میبریم وقتی وارد چنین مقطعی از عبادت با خدا میشیم اون وقت دیگه دعا نه فقط برای ما یک امر کسل کننده و تکلیف گونه نخواهد بود بلکه برای ما زمانی خواهد بود که در اون لحظه بیشترین برکات رو از خدا میگیریم خب عیسی به مردمی که نگران بودند در دور برش زندگی میکردند و او نگرانی های اونها رو میدید خستگی های اونها رو میدید فشاری که بر زندگی اونها میدید در انجیل متا گفتار زیبایی رو به،, به, مردم خطاب کرد ایسا گفت پس نصیحت من این است در انجیل متا باب 25 باب 6 آیه 25 عذر میخوام ایسا گفت پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید قصه ندارند که چه بخورند نمی کارند و نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند بلکه پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم می سازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن می تواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر بکند؟ چرا برای لباس و پوشاک قصه می خورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید آنها برای لباس قصه نمی خورند با این حال به شما می گویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین می روند چقدر بیشتر در فکر شماست پس خوراک پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر می کنند و سخن می گویند شما با ایشان فرق دارید پدر آسمانی شما کاملا می داند شما به چه چیزی نیازمندید اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت خدا و عدالت خدا دل ببندید او همه این چیزها را برای شما برآورده خواهد ساخت در واقع جمعبندی صحبتهای عیسی برای مردمی که اونها را دلنگران میدید و میدونست که بزرگترین مشغله اونها همین چیزای دورور و پیرامونیشون هست که تا زمانی که این مشکلات مشکلات روزمرهشون حل نشه نمیتونن آرامش داشته باشن در نهایت اینطور میگه اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت پس قصه فردا رو نخورید چون خدا در فکر فردای شما نیز هست خدا در فکر فردای ما نیز هست مشکلات هر روز برای همان روز کافی است لازم نیست مشکلات روز بعد رو به این یا به این مشکلات بیافزایید. پس همیشه کسانی هستند که اصلا اعتقادی به دعا ندارند اعتقادی به این چیزها ندارند جز در مواردی که به بومبسایی زندگی میرسند و مشکلات زندگی اونها رو از همه طرف میپیچونه و به اونها فشار میاره در اون زمان هست که به سوی خدا می آیند البته اغلب ما آدما وقتی گرفتار و بمبست های زندگی و فشارهای روزگار میشیم وقتی احساس میکنیم دستمون از همه جا کوتاهه شاید متوسل میشیم به کسانی یا چیزهایی که میتونن ما رو کمک بکنن و خدا یکی از اون کسانی است که در تنگی ها و در سختی ها همه ای ما آدما اتوماتیک بار به سمت او میریم و از او کمک میطلبیم و اینجور افراد فقط در اینجور مواقع هست که از روی ناچاری دست به دعا میشن و از خدا میخوان اونها رو کمک بکنه در واقع اونها دست به دامن هر کس و هر چیزی میشن که بتونه کمکشون بکنه و براشون مهم نیست که چه کسی میخواد گره مشکلات اونها رو حل کنه یه فالگیر، یه جادوگر، یه دعانویس یا خدای زنده اونها دنبال راه چاره هستن و من گمان میکنم کسانی که اینطور تصور میکنن و اینطور به خدا نگاه میکنن اینطور به مفهوم دعا نگاه میکنن این عزیزان مفهوم واقعی دعا رو هنوز متوجه نشدن و به همین خاطره که انتظار دارن دعاهاشون فورا جواب بیابه انتظاری که از خدا دارن اینه که به, دعای به, به خاصه اونها گوش بکنه و هر طور که شده خاصه اونها رو به اونها بده در حالی که کلام خدا هم از ما انتظار داره که ما در مسیر اراده او قدم برداریم با او زندگی کنیم قلب و وجود زندگیمون رو به دستای او بسپاریم و اجازه بدیم که او خداوند کشتیبان و حافظ زندگی ما باشه پس کسانی که با این روحیه به حضور خدا نزدیک میشن در واقع چون کاربرد اصلی دعا رو نمیدونند و نمیدونن برای چی باید دعا کرد خواسته های از خدا دارن خیلی وقتا که خیلی درست نیست و در نتیجه چون خواسته ها نادرسته به جوابم نخواهند رسید صحبتم با عزیزانیه که به موضوع دعا از این دریچه نگاه میکنند عزیزان ما دعا نمی کنیم که فقط جواب خواسته هامون رو از خدا بگیریم ما دعا نمی کنیم که فقط نیاز هامون رو خدا برامون برآورد بکنه ما دعا نمی کنیم که فقط در واقع به اهداف خودمون برسیم و بعد از اون با خدا کاری نداشته باشیم ما دعا می کنیم چون روحمون تشنه خداست چون روح ما به خدا و به گفتگو با خدا و مشارکت با خدا احتیاج داره همونطور که بدن ما با عنوان یک عضو فیزیکی احتیاج داره که از چیزهای مادی بهره ببره با خوردن غذاهای مادی خودش رو تقویت بکنه روح ما نیز احتیاج داره که با خوردن خوراکهای روحانی خودش رو تقویت بکنه و این خوراک روحانی فقط در حضور خدا در دعا به ما داده خواهد میشه داده میشه روح ما احتیاج به مشارکت با خدا داره ما احتیاج داریم صدای خدا رو تو زندگیمون بشنویم دعا کاربردی داره ولی نه اون چیزهایی که خدمتون عرض کردم دعا بر این که ما هر روز به خدا نزدیکتر بشیم و بتونیم صدای خدا رو تو زندگیمون بشنویم و بتونیم با خدا ارتباط برقرار بکنیم یوحنا میگه مشارکت ما با خدا و با پسرش عیسی مسیح است راستی مشارکت من و شما با کیه؟ یوحنا میگه مشارکت ما با خدایی که خالق زمین و آسمانه و تمام دنیا رو و آنچه که در دنیاست او آفرید او خالق کل جهانه و اگر ما به خاطر احتیاجاتمون به حضور خدا فقط میریم در واقع شاید به نوعی نسبت به حضور خدا بی احترامی کردیم عزیزان دعا یک ضرورته یک ضرورت حیاتی برای زنده ماندن روحمون به عبارت اگر ما میخوایم اون رابطه روحانی ما با خدا زنده و قوی باقی بمونه احتیاج داریم که وقت بدیم به حضور خدا و با او دعا کنیم یک مسیحی خوب میدونه که دعا و کلام خدا مثل تنفس کردن برای زنده موندنه همونطور که هیچ انسانی بدون تنفس و هیچ ماهی خارج از آب زنده نمیمونه هیچ ایمانداری بدون داشتن مشارکت از طریق دعا و خواندن کلام و مشارکت با ایمانداران، مشارکت با کلیسا، مشارکت با خدای زنده نمیتونه حیات روحانی مبارکی داشته باشه. و من این رو میگم نه به خاطر که چون فردی مذهبی یا کشیش یا خادم خدا هستم، بعضیا فکر میکنن خب معلومه شما خادم خدا هستید شما کشیش هستید شما آدم روحانی هستید و معلوم این چیزها رو تعلیم میدید اینا فقط به خاطر این نیست که من در یک جایگاه دینی و مذهبی و روحانی هستم بلکه چون این یک نیاز حقیقی و یک یکی از اصول اساسی زندگی ما مسیحیان هست ما به تجربه در زندگی روحانیمون در زندگیمون با عیسی مسیح فهمیدیم که هر موقع از خدا دور شدیم جدا شدیم به وضعیت بد و خیلی سختی دچار شدیم پس حتی اگر برای مسلحت خودمون هم که شده برای اینکه وضعیت روحیمون به هم نریزه و خاطر که زندگیمون دوچار آشفتگی های سخت نشه که باز هم به دست آوردن اونها چقدر میتونه مشکل باشه لازم هست رابطه رو با خدا محفوظ نگه داریم و اگر ما فقط زمانی به یاد خدا و دعا کردن میفتیم که به او احتیاج داشته باشیم به قول کلام خدا میگه ما از جمعی مردم بدبختریم در درس های گذشته خدمتتون عرض کردم که چطور مردان خدا به دعا وقت میدادن اهمیت میدادن و حتی از خود عیسی مسیح خداوند نیز نمونه های اووردیم که او که سرور و خداوند ما بوده و هست چطور به دعا کردن در حضور خدا وقت میگذاشت و برای انجام هر کاری دعا میکرد کلام خدا به ما یاد میده که خدا بدنه اصلی درخت اصلی تاک اصلیه و ما شاخه ها هستیم و شاخه برای زنده موندن باید به بدنه درخت وصل باشه شاخه برای زنده موندن باید به تاک وصل باشه چون جدای از بدنه اصلی خواهد مرد ما نیز برای اینکه در حیات روحانی خودمون تداوم داشته باشیم احتیاج داریم که به بدنه اصلی یعنی خود خدا وصل بشیم مسیح در انجیل یوحنا باب 15 آیه 5 اینطور فرمود من تاک هستم و شما شاخه ها آن که در من میماند و من در او میوه بسیار می آورد زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید کرد اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده در آتش می اندازند و سوخته می شود و در آیه هفت می گوید اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند آنچه می خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد عیسی مسیح خیلی روشن و خیلی ساده ارتباط ما به خودش رو به شاخه و بدنه یا شاخه و تاک در واقع تعریف میکنه و تشبیه میکنه و میگه که یک شاخه به تنهایی نمیتونه به حیات خودش ادامه بده به همین شکل عزیزان من و شما جدا از عیسی مسیح و جدا از رابطه صحیح با عیسی مسیح که خدای زنده ماست نمیتونیم به حیات خودمون ادامه بدیم و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سمر بیاریم فقط وصل بودن کافی نیست سمر اووردن هم خیلی مهمه به همین خاطر باقبانان شاخه ای رو که سمر نمیاره قطع میکنن چون بی خود انرژی اون اون شاخه اصلی یا تاک رو میگیره و سالها به تاک وصله ولی یک عنصر غیرمفید و عنصر در واقع اضافه است میوه ای از خودش نمیده و باقبان اون رو میبره تا انرژی به بقیه شاخه ها برسه همونطور که خوندیم کلام خدا میگه در من بمانید تا من در شما بمانم چطور میتونیم در مسیح بمونیم؟ این ماندن در مسیح در خداوند به چه وسیله تحقق پیدا میکنه؟ مکانیزمش چیه؟ و چطور میشه این رو فهمید؟ استمرار و ارتباط مداوم ما با خداوند و داشتن زندگی روحانی از طریق دعا و مطالعه کلام بدیهی ترین و ساده ترین کانال ها و طریق های ارتباط و تداوم ارتباط ما با خداوند هستند و تنها راهی که میشه از اون طریق مطمئن شد و نشانه ای دید که من در خدا هستم خدا با منه من با خدام و زندگی من یک زندگی مقبول و پسندیده است ظاهر شدن سمرات روحانی در زندگی ماست و وقتی این سمرات ظاهر میشن خداوند این سمرات رو میبینه سمره زندگی ما رو برکت میده به چند نمونه کتاب مقدسی رو میخوام به یادتون بیارم مردان خدا و زنان خدا در مشکلاتشون دعا میکردند در واقع دعا برای اونها بهترین وسیله و ابزاری بود یا بهترین کانالی بود که از اون طریق ارتباط مستمر و دائمشون رو با خدا حفظ میکردن در شادیهاشون دعا میکردن داود پادشاه وقتی که به حضور خدا میرفت در حضور خدا میرقصید از شادی شاد بعضیها او را استهزا میکردن و می گفتن پادشاه تو پادشاهی تو خیلی مقام بالایی داری چطور تو اینجا ایستادی جلوی مردم داری میرقصی اونها نمیفهمیدن ما متوجه نبودن که داوود تو چه شور و حالی بود اونها یک خانه ای رو میدیدن مکانی رو میدیدن داوود خدا رو اونجا میدید اونها یک مراسم نیایشی و یک مراسم روتین مذهبی رو میدیدن داوود حضور خدا رو احساس میکرد و از بودن در حضور خدا لذت می برد وقتی افسرده می دعا می کردند رو به حضور خدا می اووردن. زمانی که از دست دشمنان آسیب می آزار می در حضور خدا برای دشمنانشون دعا می که خدا اونها رو حفظ کنه و از دست دشمنان رهایی بده مسیح برای آنانی که به او آزار رسوندن بر اونها دعا کرد گفت ای پدر اینها نمیدونن چی کار دارن میکنن ولی تو بر اونها رحم کن اونها رو ببخش و به ما یاد داد که این چینین بر اونها دعا کنیم مقدسین در بیماری هاشون دعا میکردن و میخواستن که خدا هم به اونها شفا و سلامتی بده و همین که حتی در اون بیماری به اونها قوت بده که همچنان رهرو امین خدا باشن کلام خدا در رساله یعقوب به ما تعلیم میده که برای بیماران دعا کنیم و شفای اونها را از خداوند بطلبیم مسیح و حتی رسولان همواره برای بیماران و برای شفای اونها دعا میکردند که در واقع خدا به اونها سلامتی بده و بعد چشمان اونها رو باز کنه برای جنگ هاشون مردان خدا مشاوره میکردند ما نیز در بحران ها و زمانی که به ما حمله میشه میتونیم به حضور خدا بریم در حضور خدا دعا کنیم موسا و داوود پادشاه و حتی یوشع و دیگر مردان بزرگ خدا که در واقع به عنوان رهبران قوم خدا بودن گاهی اوقات مجبور بودند به جنگ برن جنگ هایی داشتن و قبل از که به جنگ برن دعا میکردن آیا خداوندا ما به این جنگ بریم یا نه آیا تو در این جنگ به ما پیروزی میدی یا نه آیا تو تایید میکنی و بدون تایید خدا حتی قدمی بر نمی داشتن. از خدا طلب هدایت می کردن. و خدا هم وقتی که اجازه میداد خیلی دقیق اون نقشه جنگ رو به اونها نشون میداد که چطور برن به چه شکل عمل کنن و چطور بر دشمن غلبه پیدا کنن در پیروزی هاشون خدا رو شکر می کردن و برای پیروزی هاشون همیشه می گفتن که ما مدیون خدا هستیم این پیروزی رو که یافتیم از خدا یافتیم برای برکت قضاشون دعا می کردم مسیح به توسط دعاش بود که با پنج نان و دو ماهی هزاران نفر رو خوراک داد که سیر شدن همه این مسیحیان به پیروی از این کار مسیح در تمام طول تاریخ از زمان مسیح تا به الان قبل از غذا خوردن دعا می کنن برای برکتی که خدا به اونها داده تشکر و قدردانی می کنن. و نه برای اینکه به هزاران نفر قضا بدن بلکه به این وسیله او را برای تمام رحمتاش و نعماتی که به اونها داده شکر و سپاس میگویند و به این وسیله خدا با اونها و اونها با خدا زندگی رو ادامه میدن و ما ادامه میدیم در مراسم عشای ربانی ما از خدا تشکر میکنیم و به یاد میاریم مرگ عیسی مسیح رو که چطور برای ما روی صلیب قربانی شد و حتی مردان و زنان خدا در زمان مرگشون دعا میکنن ایسای مسیح در باق جتسیمانی لحظاتی قبل از که دستگیر بشه و مسلوب بشه در حضور خدا دعا کرد ای خدا گفت پدر تحمل این بار برای من سخته ولی اگه قرار باشه این کار انجام بشه هرچی که اراده ای توست انجام بشه یعنی مسیح حتی قبل از مرگش و قبل از اون شکنجه صلیب برای این جریانات که در پیش بود دعا کرد وقتی استیفان اولین شهید مسیحیت رو دستگیر کردن و سنگسار میکردن مثل خداوندمون عیسی مسیح دعا کرد ای پدر این سنگسار این سنگسار کنندگان رو تو ببخش چون نمیدونن چه کار میکنن و همینطور در وصف شهدای اولیه مسیحی در طول تاریخ نوشته شده که وقتی در زمان نرون بسیاری از اونها رو زنده زنده در آتش میسوزوندن و یا جلوی حیوانات درنده مینداختن و توسط حیوانات درنده تیکه پاره می در حینی که کشته می شدن سرود می خوندن و دعا می کردن زمانی که ما کاربرد صحیح دعا را درک کنیم و بفهمیم و بدونیم اصلا دعا چی هست و برای چی باید دعا کرد دیگه دعا کردن برای ما یک اجبار نیست یک وظیفه صرف مذهبی و دینی نیست دعا برای ما یک رابطه خشک نیست که خیلی فوری یه کلماتی رو بگیم فقط تموم بشه و دینمون رو ادا کرده باشیم بلکه دعا برای ما بهترین و لذت بخشترین لحظات و اوقات ما خواهد بود چرا؟ چون فهمیدیم دعا یعنی چی؟ دعا کاربرد مبارکی داره و میتونه بسیار در زندگی های ما تأثیر گذار باشه اگر بفهمیم که برای چی دعا باید بکنیم و چطور باید دعا بکنیم و از طریق دعا چطور میتونیم به قلب خدا راه پیدا کنیم و دل خدا رو شاد کنیم با او صحبت کنیم و او با ما و از این مصاحبت لذت ببریم عزیزان من شما رو تشویق میکنم که بیایید امروز به دعا از این دریچه نگاه بکنیم و اجازه بدیم که خدا زندگی های ما رو با حضورش در بر بگیره و ما رو برکت بده با هم دعا کنیم و این بخش از درسمون رو به پایان برسونیم خداوند تو رو شکر میکنم که دعا کردن رو به ما یاد میدی شاگردان نزد تو اومدن مسیح و گفتن خداوند به ما دعا کردن رو یاد بده و تو به اونها یاد دادی که چطور دعا کنن و امروز دعای من اینه که خداوندم از طریق این درس ها این آیات و این مطالبی که بررسی کردیم خداوند به ما کمک و فیض بده که یک تجدید نظر کلی در زندگی دعاییمون بکنیم و خداوند رابطه ما با تو در دعا مستحکم تر شده و بعد از این حضور تو رو در مشارکت ها و پرستش هامون عالی پر ببینیم و از بودن با تو لذت ببریم به نام مسیح خداوند تو رو شکر میکنم برای این فرصتی که دادی که امروز هم در حضور تو باشیم آمین خداوند شما رو برکت بده و فیض خدا با شما باشه خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما بودید و ما رو به منازل خودتون راه دادید روز و روزگار بر شما خوش باشه خدا حافظ شما